فصل چهارم. همه باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانند. مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد. اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم، ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آنطوری که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادرم، به خاطر شما خودم و اپلوس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کس دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر میکنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده ای. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به معرض نمایش گذاشته و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است. آری، به خاطر مسیح ابله محسوب می شویم، ولی شما در مسیح مردمان باشوری است. ما ضعیفیم و شما قدیمی. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، کتک می خوریم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دست های خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می بینیم تحمل می کنیم. وقتی به ما توهین می شود با مهربانی پاسخ می دهیم. ما مانند زباله جهان و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست میکنم از من تقلید کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم میدهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر میکنند که من نزد شما نخواهم آمد، مغرور شدم. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مقرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟